أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. در جریان احد مطالب فراوانی بود که بخشی از اونها با آیات قبلی بیان شد، بخش دیگر مربوط به وسوسه و اغوا و اضلال است که دیگران از این صحنه سوء استفاده کردند و اگر چند سباهی مسلمین در احد آسیب دیدن، بیگانگان سوء استفاده کردند و گفتن برگردید به همون دین قبلیتون. شبهاتی که در این زمینه مطرح بود مقدار مربوط به شهادت گروهی از مجاهدان جنگ بدر بود، یک مقدار راجع به شایعه شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، یه مقدار درباره این بود که اونایی که نیامدن زنده موندن و اونهایی که در جبهه شرکت کردن شهید شدن. این بحثایی که مربوط به مسائل اعتقادی و امثال ذلک بود گذشت، اما نیرنگ هایی که بیگانه ها داشتن خواستن از این فرصت سوء استفاده کنن، اون نیرنگ را هم ذات اقدس اله پرده برداری کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. شما اگر گوش به حرف کافران بدید، اونها گرچه به عنوان خیرخواهی و دلسوزی با شما سخن میگویند، ولی هدفشون ارتداد شماست که شما را به عقب برگردانند، به همون جاهلیت و کفر برگردانند. یردوکم علی اعقابکم، اونها اگر موفق بشوند شما بر میگردید در حالی که سرمایه را از دست دادید و تنقلب و خاسرین، در حالی که سرمایه را باختید. و بدانید که از غیر خدا اطاعت نکنید وگرنه سرمایه را از دست میدید. بل الله مولاکم، اون که باید از او اطاعت کنید و تحت ولایت او باشید و به اون مؤمن باشید، او خدای سبحان است ولا غیر. و اگر احیانا کمک مقطعی از بیگانگان به شما میرسد، همون کمک ها را به نحو احسن ذات اقدس اله به شما میرساند که او خیر و ناصرین است. این دو، پس اینها گرچه در لباس دلسوزی و خیرخواهی تبلیغی دارند، اما دارن شما را مسموم میکنند که کافران برگردید. و اگر احیانا نصرتی به شما نشون دادن یا کمکی به شما میکنن، همون کمک ها را به نحو احسن ذات اقدس اله دارد. این دو مجموعه این دو آیه چند مطلب را در بر دارد. یکی دسیسه تبلیغی کافران است، یکی خطر ارتجاع و ارتداد است، یکی توحید ولای حق سبحانه و تعالی است که او ولی مطلق است، دیگری هم توحید در نصرت و کمک است. دو مطالبی هم که ممکن است در ضمن این دعای روشن بشه. اما مطلب اول که خیلی مهم است این است که معمولا کافران هر عصری در اثر تبلیغ سو فکر میکردن که پیروان و پیامبر را منحرف کنند و این اختصاصی به امت مرحومه ندارد. در زمان موسی کریم سلام الله علیه این چنین بود و مانند اینها جزء مسائل نبوت عامه است، نظیر همون آیه که در بحث‌های قبل اشاره شد و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، این مبارزه علیه ظلم و کفر جز اهداف نبوت عامه است. سخن از یک پیغمبر یا دو پیغمبر نیست، چقدر انبیای فراوانی که شهید شدند و همراهان اونها هم ربیون کثیر بودند. موسی کریم سلام الله علیه هم به قومش فرمود که مبادا شما و عقب برگردید. آیه 21 سوره مائده این است که وجود مبارک موسی به پیروانش فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. مبادا به همون کفر قبل از وحی برگردید وگرنه سرمایه را از دست میدهید. چون این فتنقلب و خاسرین برای اینکه همیشه سامری ها هستن که جلوی ایمان مؤمنان و پیروان الهی را بگیرن. فرمود به اینکه مبادا شما به عقب برگردید. معلوم می شود این مسئله اختصاصی به امت مرحوم ندارد، بلکه دشمنان ادیان الهی در هر عصری سعی اغوای اونها را دارد. این یه مطلب. در ذیل همین مطلب آیات فراوانی در سوره مبارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت، چنین که در همین سوره آل عمران آیاتی هم در همین زمینه قبلا گذشت.
در سوره مبارکه بقره آیه 109 این است که ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، خیلی از اهل کتاب علاقمندن که شما را بعد از مؤمن کافر کنن. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، این روی جهالت اونها نیست، روی حسادت است، حق بر اینا روشن شده است، از تمدن و سعادت شما رنج میبرد، میخواهند برگردید که مثل اونها میشوید، فتکونون سوا، مثل اونها که شدید یک ثانی. اونا که نتوانستن ترقی کنن سعی میکنن شما تنزل کنید که با هم یکسان باشید. شما کوشش میکنید که اونها را مثل خود کنید، مترقی کنید. اونها میکوشن شما را مثل خود کنن، متنزل کنن. اگر از نظر تبلیغ توانستن اثر کنن که به هدف شومشون میرسن، اگر نتوانستن دست به سلاح میبرن با جنگ شما را مرتد کنن. آیه 217 سوره بقره این بود که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره دشمنان دین در قتال شمایند تا با جنگ و مبارزه شما را کافر کنند. پس اگر از راه تبلیغات فرهنگی موفق شدند که دست به سلاح نمیبرند، اگر نشد همواره به جنگ شما برمیخیزند تا شما را از این فرهنگ الهی تهی کنند. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینم خطر بیگانگان است نسبت به اصل ادیان آسمانی. اگر احیانا میخواهند به سرزمین مسلمین تجاوز کنند، بعد از آن است که اونها را از فرهنگ الهی تهی کردند، چون مادامی که یک ملت به خدا معتقد است هرگز زیر بار ستم نمی رود و ظلم را هم با سکوت خود امضا نمی کند. فرمود ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر توانستند. ولی بدانید که من یرتد منکم عن دینی فیمد و کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار، کسی معاذ الله بعد از ایمان مرتد بشود دنیا و آخرت هر دو را از دست داده است و برای همیشه در عذاب الهی میسوزد. در همین سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، آیه است که علاقمندی دشمنان دین را در زمینه ارتداد مسلمین بازگو میکند. میفهمد به این که اینها میکوشند که شما را به حالت کفر برگردانند. آیه سر سوره آل عمران این بود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر شما گوش به تبلیغات سو اونها بدید اونها میخوان ایمان را از شما بگیرن و شما را کافر کن. خب این خطر همیشه بود و برای همه پیروان ادیان سلف هم بود. در زمینه احد یک وضع مناسبی پیش آمد که بیگانه ها سو استفاده کنن، از اینکه رسول خدا آسیب دید، از اینکه مسلمین به حسب ظاهر کشته‌های فراوانی دادن، از اینکه کافران احساس و غرور کردن، از اینکه نزدیک بود دوباره کافران برگردن هجمه را آغاز کنند، از این موقعیت بیگانه سوء استفاده کرد. در این مقطع آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. این مطلب مهمی بود که در بخشای قبل مشابه این را داشتیم. در قسمت‌های قبل فرمود به این که اگر کسی مرتد بشود مخلد است. در اینجا فرمود تنقلب و خاسرین، همون سخنی که موسی کریم سلام الله علیه به پیروانش فرمود لا ترتد و علی ادبارکم فتنقلب و خاسرین، همون بیان را ذات اقدس اله به زبان رسول خدا صلی الله علیه وسلم به امت مرحومه می فرماید که فتنقلب و خاسرین. اونگاه میفرماید به این که اگر بنا شد از کسی اطاعت کنید باید از مولای حقیقیتون اطاعت کنید که خدا مولای شماست، بل الله مولاکم، که بعضیا این چنین قرائت کردن بل الله مولاکم، یعنی بل اطیع الله که الله مولای شماست، ولی همین قرائت هم اون معنا را تفهیم میکند بل الله مولاکم. اونها اولیاء شما نباشند، لا تتخذوا الذين كفروا اولیاء، تنها مولای شما خداست و او را به ولا بپذیرید بل الله مولاکم. مطلب بعدی آن است که شما هر چشم داشتی که از غیر خدا دارید از خدا داشته باشید به طریق بهتر. بابا خیر الناصرین، این خیر الناصرین گفتن یک زبان نرمی است برای مراحل ابتدایی موحدان.
معنا خیر الناس این است که در جهان هستی عده زیادی یاری میکنن و حق نصرت دارن، قدرت بر نصرت دارن، اما خدا از همه بهتر یاری میکنه. این زبان نرمی است. با مبتلاهای به کثرت این چنین سخن میگوید. این حد از نشر توحیدی در قرآن فراوان هست، اما این چنین نیست که این کثرت بینی را قرآن رها کرده باشد. یه وقت از قرآن یه سفره وسیع پهن می کند، عده زیادی به عنوان میزبان و مهموندار از مهمانان پذیرایی می کند، هر کسی دم دری استاده است، مهمانان را راهنمایی میکند، از او پذیرایی میکند، بدرقه میکند. این مهمان خیال میکند اینکه دم در ایستاده است، این صاحبخانه است و میزبان. بعد وقتی همه در کنار این سفره جمع شدن، اون میزبان اصلی خودش نشون میده، میفهمد همه اینها را من تأمین کردم، همه اینها را من مأموریت دادم، به همه اینها من دستور دادم، همه اینها هم در کنار سفره من ارتزاق میکنند. اگر خیری به شما رسید، از هیچ کدام از اینها نبود. اینها هم مثل شما مهمانن، منتها اینا جلوتر آمدن، سیر شدن، حالا مهمانداری میکنن. این تعبیر رو هم قرآن کریم در کنار اون سفره کثرت دارد که مبادا کسی خیال بکند که در عالم ناصرین زیادن، منتها خدا بهترین اونهاست. در بحث شفاعت، در بحث قوت، در بحث عزت، در این سه مقطع آیاتش مفصل بحث شد. یعنی در بحث عزت ذات اقدس اعلی فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این سفره پهن کرده که همه انبیا و مؤمنین در کنار این سفره نشستن. بعد میریم دفعتا همه این سفره ها رو جمع میکنه، فرمود لله جمیعا، یعنی انبیا و مؤمنین اگر عزیزن مظهر عزت منن، وگرنه اینو هیچ کارن. میرسد مسئله شفاعت. درباره شفاعت فرمود عده زیادی حق شفاعت دارن، شافعین تعبیر کرده است، ما تنفعهم شفاعت الشافعین، از عده هم به عنوان شافعین راستی یاد شده است. بعد در بخش هاده فرمود که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ که حق شفاعت ندارد تا خدا اذن بده. اول سفره کثرت پهن میکند، بعد فرمود اینا همه مظاهر منن، از هیچ کسی کار ساخته نیست. اون لله جمیعا. سفره قوت هم این چین است، یه در عنوان اقویا زاده و بستن فی العلم و الجسم، یا یحیی خضری کتاب به قوه، خذوا ما آتیناکم به قوه، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این سفره های کثرت است که افراد فراوانی را در کنار سفره قوت می نشاند. به حال با قوت بگیرید، به یحیی با قوت بگیرید، به دیگران دستور می داد با قوت بگیرید. بعد در بخش های دیگر همه این سفره ها رو جمع میکنه، فقط همه قوت مال من است، لله جمیعا، که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. این سه نمونه آیات فراوانی داشت، تواعه فراوانی در این سه نمونه بوتی گذشت. مسئله عزت بود، مسئله شفاعت بود، مسئله قدرت. الان هم مسئله نصرت و امثال ذالک مطرح است. شما در این گونه از مواردی که خدا هم فرمود خیر الرازقین است، خیر الفاتحین است، خیر الحاکمین است، خیر الناصرین است، خیر الفاصلین است، همه این مواردی که بررسی میکنید میبینید اینا سفرهای کثرت است. فرمود به ازاره او تجارتن و لهوان فضو الیها به ترکوک قائما بلهی که بلهو خیر الرازقین. این خیر الرازقین معلوم شد رازق در عالم فراوان است، منتها خدا بهترین اون هست. یا هو خیر الحاکمین فلا خیر الحافظن و ارحم الراحمین، خیلی ها رحمن منتها خدا ارحم است. او خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، خیر الفاصلین است. همه این صفه ها را به نحو کثرت پهن میکند، بعد اون سوره توحید را باز میکند و این سوره کثرت را جمع میکند و بعد همه اینها گرچه کارگر هستن، اما اینا آینه دار جمال و جلال حقن. هیچ کدام از اینا از خود چیزی ندارن. اگر رزقی از کسی به شما رسیده است، این آینه رزق حق را به سمت شما نگه داشت که شما رزق حق را دیده اید، وگرنه رازق حقیقی خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این خبر معرف بودن، این ضمیر فصل داشتن با اون تأکید نشانه حصر است، یعنی هیچ رازقی جز ذات اقدس اله نیست. این منافات ندارد با ذیل سوره جمعه که فرمود او خیر و رازقین است.
دیگران رازق هستن، ولی یه قدر شما جلوتر که بروید میبینید اینا از خود ندارن، اینا مجاری رزقن، نه اینکه واقعا دیگران رازق باشن، خدا هم رازق باشد، متو خیر و رازقین باشد. در مسئله فتح و گشایش این چین است، او خیر الفاتحین است. بعد معناش این است که خیلی ها اهل فتح و گشایشن، ولی خدا خیر الفاتحین است. این سفره کثرت را که پهن کرد دوباره این را جمع میکند با گسترش سفره وحدت. فرمود به این که کلید فتح اندهو مفاتح الغیب، کلید دسته بود. خب اگر اندهو مفاتح الغیب است که کسی حق فتح ندارد، پس تنها فاتح اوست. فتح بالقول المطلق در اختیار است. مسئله مکرم این چنین است، این که فرمود و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی خیلی ها نقشه میکشن. مکر عبارت از اون نقشهی که حائل باشد بین این متحرک و اون هدف، اون عامل هیلوله که نگذارد این شخص یا این شی به اون مقصد برسد، این رو میگن مکر. فرمود خیلی ها در جهان مکر میکنن، اما والله خیر الماکرین، بهترین طراح و بهترین نقشه کش خداست. و این معناش آن است که دیگران نقشه میکشند ولی نقشه خدا بهتری نقشه است. لیکن در پایان سوره مبارکه رب یعنی آیه 42 این چنین میفرماید که وقت مکر الذین من قبلهم، اما فلله المکر جمیعا. نه اینی که دیگران ماکرن، خدا هم ماکر است، منتها خیر الماکرین است. دیگران یا مظهر هدایت هم در صورتی که مکر حق باشد، الحرب و خدعه باشد در جنگ های حق، یا مکر باطل است، جزء مأموران شیطان هم که مظهر مضل است. اما اون که کارگردان نهایی است و ربوبیت مطلقه جهان به دست اوست، او یک نفر است. فلله المکر جمیعا. اگر واقعا دیگران ماکرن، پس لله المکر جمیعا نیست، کاملا منافات دارد دیگر. اگر دیگران ماکرن باید بگیم خدا خیر الماکرین است، اما دیگه نمیشود گفت که لله المکر جمیعا. مثل مسئله عزت، اگر واقعا پیامبر عزیز است، واقعا مؤمنین عزیزن، منتها خدا عزتش بیشتر است، دیگه نمیشود گفت لله جمیعا. که بر اساس توحید ربوبی عزت اولا و به ذات مال ذات اقدس اله است که لا شریک له فی العزه، دیگران مهمانان عزت حقا، مظهر عزیزن، از خود هیچ ندار. قوت این چین است، رزق این چین است. این طور نیست که خدا که خیر و رازقین است معناش این باشد که دیگران واقعا رازقن، خدا هم واقعا رازق است، منتها خدا رازقیتش بهتر و بیشتر از دیگران است. این با اون حصر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین سازگار نیست. فرق نمی کند چه باشه، عادی باشه، چه اسباب عادی، چه اسباب غیر عادی، بالاخره مسبب همه اسباب اوست دیگر. یعنی یقیناً این چنین باید باشد، یقیناً باید این چنین باشد. این طور نیست که اون سفره کثرت برای همیشه پهن باشه که خدا خیر الماکرین است، یعنی یه عده واقعا ماکرن، کاری به حق ندارن، خدا هم واقعا ماکر است جدای از اونها، منتها مکر خدا بهتر از مکر دیگران است. این میشه ارباب متفرق که همین دیگر. این خیر الناصرین بودن یه سفره کثرت است. اون آیاتی که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران خونده شد که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، سوره وحدت است. این طور نیست که خیر الناصرین معنیش این باشه واقعا یه عده ناصرن حقیقتا، به هم دشای اسناد نصرت به ما سوى الله، اسناد الى ما هو له باشد حقیقتا. خدا هم ناصر است، منتها خدا بهتر. این میشه ارباب و متفرقون که نه با برهان عقلی سازگار است، نه با آیاتی که نصر را منحصر میکند به ذات اقدس اله که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا خونده شد. چه اونجا که اسباب عادی هست، چه اونجا که اسباب غیر عادی هست، جز آن است که مسبب الاسباب ذات اقدس اله هست. آیا میشود گفت در اونجا که اسباب عادی هست اونجا دیگران ناصرند و اونجا که اسباب عادی نیست خدا ناصر است؟
این افعال تفضیل برای قدم های اولیه است، نیز خیر و رازقین بودن نه معنیش اینه که واقعا یه عده ناصرن، خدا هم ناصر است، متنصر خدا بیشتر، برای اینکه فهمون لله جنود و سماوات و الارض، همه اون ناصران جز سپاه و ستاد حقن، باید کسی از خود چیزی ندارد تا ما بگیم دیگران واقعا ناصرن، خدا هم ناصر است، متنصر خدا قوی تر است. اینطور نیست. اگر دیگران سربازان الهیان پس از خود چی دارن؟ و ما یعلم جنود ربک الله لله جنود السماوات و الارض. لذا اوائل با انسان با دیدی سخن میگوید که او بتواند درک کند. میفرماد به اینکه اگر شما از جای دیگر نصرت سراغ دارید، خدا همون معنا را بهتر میرساند. اگر شما از دیگران مکر سراغ دارید، خدا همون معنا را بهتر دارد. وقتی انسان جلوتر آمد، اون پرده را بر میدارد، میگه دیگران هم هرچه دارن از ماست. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، که در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش قبلا گذشت که مربوط به وعده های نصرت الهی بود که فرمود شما اگر صبر کنید فرشتگانی بر شما نازل می شود. آیه 125 و 126 همین سوره آل عمران بود. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا، دشمنانتون از سر برسن عجله کنند شتابون بیاین، یمدت کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکه مسومین و ما جعله الله الا بشالکم بل تسمعن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. در همین این حسر است که سفره وحدت را که پهن کرد، طوری با خود پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن میگوید که همه بفهمن این خلیفت الله، این معلم ملائکه، این کسی که مدبرات امر در پیشگاه او خاضع او ساجدن، از او هم کاری ساخته نیست. همون چهار جمله‌ای که فرمود و من نسو الا من عند الله العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا، فرمود لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فإنهم ظالمون، که چهار جمله فرمود. در وسط این چهار جمله این لیس لک من الامر شیء بود، اما لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا، این دو. سومین است که او یتوب علیهم، چهارمین است که او یعذبهم. این چهار بین این دوتای اول به دوتای آخر این لیس لک من الامر شیء ذکر کرده. اونجا که سفره وحدت پهن می شود، هیچ کسی در اونجا سهمی ندارد، کلون اتاه و داخرین. اون وقت وقتی سفره کثرت پهن می شود، می بینیم کسانی که مقرب دستگاه الهیان عزیزند، مجرای رزق هم نظیر اغناهم الله و رسوله که در اون آیه قبلا تلاوت شد بخونده شد. خدا فرمود رسول من ادهی را توانگر می کند، بی نیاز می کند. این اغنا را و غنی کردن را خدا به پیامبرش نسبت داده است. اینها سوره کثرت است. بعد از اینکه فرمود اینا هرچه دارند مأموران الهیان، از من دارند، مظهر منن، اونگاه می فرمود به اینکه از پیامبر خیلی کار ساخت است. حق شفاعت دارد، عزیز است، تقرب او شما را عزیز می کند، او شما را بی نیاز می کند. خب خیلی حرف است. اون اغناهم الله و رسوله. لذا اون عالم شیعی در کنار سفره گفت خدایا تو را و پیغمبر تو را شکر، که اون شخص سنی تعجب کرد گفت این شرک است. فرمود نه، این شرک نیست، چون خدا فرمود که خدا و پیغمبر مردم را توانگر میکنه. اگر اون دید توحیدی محفوظ بود، از اینها هر که در نظام تکوین بگویید ساخته است، برای اینکه اونا که کارگردانان این نظامن از اینا دستور میگیرن. این همه فرشتگانی که مدبرات امرن از معلمینشون دستور میگیرن دیگر، از مسجود له خود دستور میگیرن. اینکه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، نه اینکه یه قضیه باشد فی واقعت، یعنی یه روزی اتفاق افتاده است که فرشته ها یه روزی برای انسان کامل سجده کردن، اونجا که سخن از لیل و نهار نیست. الیوم هم سجد الملائکه و کلهم اجمعون، الیوم هم کل فرشتگان در پیشگاه خلیفت الله المطلق ساجد و خاضع هستند. قدسنا فقدست الملائکه، سبحنا فسبحت الملائکه. الان هم به اذن اونها کار میکنن، الان هم از اونها دستور میگیرن. خب این مدبرات امر که یکی مظهر رزق است شده میکائیل سلام الله علیه، یکی مظهر احیاس شده اسرافیل سلام الله علیه، یکی مظهر اماته است شده عزرائیل سلام الله علیه، یکی مظهر تعلیم است شده جبرئیل سلام الله علیه، همه اینها شاگردان اون انسان کاملن.
وقتی دید دید توحیدی شد، حالا انگاه توسل مزه می کند که انسان می فهمد که داره چی می کند. مثل این که کسی که سردش هست یا هوا تاریک هست، مثل جوری آفتاب با یه اطمینانی خود را در برابر آفتاب قرار می دهد، هم گرم می شود هم نور می گیرد. اما لا تسجد للشمس ولا قمر، همون آیه که قرائتش سجده واجب دارد، اون برش حل است. میگه این شمس و قمری که الان دارم نور میدهم، کلون اتهو داخرین است، یه روزی هم بساط اینها جمع میشود، یه روز هم اینا نبودم. اونگاه با یه دلگرمی در برابر آفتاب میرود، ازش نور میگیرد، با یه دلگرمی ازش حرارت میگیرد، با یه دلگرمی میرود حرم به اینها متوسل میشود و از اینا چیز میخواهد، با یک اطمینان به میخواهد و میگیرد و به هیچ آسیبی هم نمیرسد. بله میشه بده. بعد از اینکه فهمیدیم لیسه لکه می در امر شی، چطور ما در باب میکنیم از آفتاب نور میخواییم؟ با اینکه یقین داریم این نبود، یه روزی هم در شمس و کف برد، یه روزی هم انکه میتون و انها میتون. بعد از اینکه فهمیدیم آفتاب در عالم هیچ کار است الا به اذن الله، جعل الشمس ضیاء، از خود هیچ ندارد، روزی هم که دستور برسد اذا الشمس کورت، از اون به بعد شمس را مخلوق از مخلوقات ذات اقدس اله میدانیم و همه انرژی ها و نیروها را ازش میگیریم. این توسل به شمس دیگه. اونا که میلیاردها برابر بالاتر از شمس و قمرند، اگر مسئله توحید حل بشود، اون وقت توسل مزه می کند، تبرک مزه دارد. یعنی انسان مؤمنن می فهمد بدون حراس و بدون دلهوره به حرم مشرف می شود و هر چه بخواهد از اینا می گیرد و می دهند، چون می فهمد که از کی دارد می گیرد. لذا مسئله نصر را ذات اقدس اله با اینها در میان گذاشت. اینایی که حالا دلهوره دارن با اینها در میان می گذارد، می فهمد به این که خیر الناصرین، اما با اونها که نمی گوید خیر الناصرین، که اونهایی که پاک باختن، همون آیه 126 سوره آل عمران رو با اونها می گوید من نصر الا من عند الله. به اینی که با وسوسه چارت منافق ممکن است فی قلبه مرض باشد، به اون نمی گوید که ملک نازل می شود، که او بین حرفا دلگرم نمی شود که. اما کسانی که اهل راهن به اونها می گوید یمدت کم رب بکم خمس طالفا من الملاکت مسبمی، به اونها میگوید ما جعله الله لا بشالکم ولا تطمئن قلوبکم به و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. به اونها در حضور اونها به رسول خدا میگه تو هیچ نقشی در عالم نداری، چون دید دید توحیده. بعد وقتی که اینا رو خوب سرسبز کرد و اشراب کرد، میفهمد این مظهر من است، هر چه بخواهید از او به شما میدهد. انسان وقتی بداند که شفاعت یعنی چه، توسل یعنی چه، این خطی که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است او را تشخیص میداد، به طی میکند، میداند که لیس لک من الامر شی، اما تو مظهر کسی هستی که همه چیز از او، تو مجلای کسی هستی که همه عزت از آن اوست، تو مظهر کسی هستی که همه قدرت از آن اوست. لذا هست امیر سلام الله علیه میفرماید به این که در مسئله جنگ وقتی نائر جنگ خیلی مشتعل میشد و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جبهه حضور داشتن، ما هم که نزدیک پیغمبر میشدیم احساس آرامش میکردیم. اون علی این که فرمود والله لو تظاهرت العرب على قتال لما وليت عنهم، برای من فرقی ندارد اد دخلت على الموت او دخل الموت علی، او همون کنا زحمت بل بعث لزنا به رسول الله، این رو مرحوم کلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. همون وقتی جنگ خیلی داغ می شد، ما خودمون رو پیغمبر نزدیک می کردیم، احساس آرامش می کردیم، مثل که رفتیم سنگر. خب این توسل پیغمبر است دیگه. برای این که در امان باشد از این وسیله استفاده می کنن. بله، چون انسان کامل هم مراتبی دارد، اون اول و ما صدر همون اهل بیت، هم بعد دیگران دیگر. چون تعبیری که قرآن کریم در باره خلیل حق سلام الله و سلام و علیه دارد این است که وانه فی الاخرت لمن الصالحین، این از نازوکاری های تفسیر المیزان است که وقتی میخواد مقام اهل بیت را از خود قرآن دست بیاره، میفرماد ابراهیم در آخرت به صالحین میرسد. صالحین کیانند؟ که این در آخرت به اونا میرسد. معلوم شود که یه عده صالحین ها نعمل الصالحات،
تو بحث قبل مرازی فرمود عمل الصالحات کم نیستن، اما صالحین کمن. صالح یعنی گوهر ذاتش به صلاح و فلاح رسیده، هیچ نقصی در اون نیست. و ابراهیم خلیل باید به اونها ملحق بشود و انبیا خواستن به الحق نیب صالحین. این حساب دیگه است. خب لذا به همه انبیا می فرماید که خود اون هم درجاتی دارد بالله، چون اسماء حسنای الهی فراوانن. یکی عبدالله هست، یکی عبدهوست، سبحان الذی اسرا بعبده، یکی عبدالکریم هست، یکی عبدالقابض هست، یکی عبدالباسط هست، یکی عبدالکذا، یکی عبدالکذا، یکی عبدالله هست و یکی عبدهوست. این وجود مبارک رسول خدا عبدهوست. اینا البته درجات فراوانی دارد که بعضا فوق بعضن. خب پس این مسئله که فهمود بابا خیر و ناصری، این اوائل راه است. بله، اما همین صالحینی که جمع آورده معلوم میشه زیادن. خود ائمه علیهم السلام که در دعاها دارن، چون این دعا را دارن به اون مقام میرسن. اما خدا دیگه در باره پیغمبر نفرمود که و انه فی الاخرته لمن الصالحین، که به پیغمبر صریحاً اجازه داد که صریحاً پرده بردارد. فبود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و به تولی الصالحین. این صغرا و کبرا به شکل منطقی است. شکل اول ان ولی الله است. چرا؟ چون او یتولی الصالحین است. خب تو چی؟ من الصالحینم، او یتولی الصالحین، پس او ولی من است. این صغرا و کبرا است که دو تا مقدمه آمده، مقدمه سوم متوی است. فبود بگو ان ولی الله. چرا؟ ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولی الصالحین. خب به تو چه؟ چون من جز صالحینم، الیوم جز صالحینم، نه فی الاخرت من الصالحینم. او متولی صالحین است، من از صالحینم، و هر کس جز صالحین باشد تحت ولای مطلق حق است و خدا ولی اوست. خدا الیوم ولی من است. این رو به او یاد داد که بگوید، ولی به دیگران که نگفت بوشه ولی من اللهیست که تولی صالحی. بله ممکن است بگوید خدا ولی صابرین است یا محب محسنین است. خب اونا درجات نازل تری دارد. این که فرموند به انه فی الاخرت لمن الصالحین، منوش هنوز این مقدار راه مونده. تازه کسانی که مقام نفس مطمئن رسیدن، مثل خود خلیل الرحمن سلام الله علیه که لیطمئن قلبی، تو بحثای قبل مرازه فرمودید که صاحبان نفوس مطمئنه هلوز خیلی از راه را باید طی کنند، به دلیل اینکه فرمود یا ایتا نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا. یعنی اگر کسی به مقام نفس مطمئنه رسید، یک قید دارای مقام رضای مطلق بود، دو قید مرضی حق تعالی بود ذاتن و صفتن و فعلا سقید، با این سر رکن و این سه شرط بقیه راه را بو اجازه میدن که برود. کسی که به مقصد رسیده است که نمیگن برگرد، که میگن بی آرام. معلوم شد تو راه هست داره نفوس مطمئنه. این چنین نیست که جناتون تجزیم انتحت الانهار شد دیگه آخرین خط باشه، یا کسی به مقام ابراهیم خلیل رسید سلام الله علیه آخرین درجه باشد. به صاحبان نفوس مطمئنه که دارای رضای مطلقند و مرضی حقند، هم به قضای الهی راضیان و هم کارشون و گوهر ذاتشون مورد رضای حق است، به اونها میگن حالا که شما گفتی انا لله و انا الیه راجعون، حالا بقیه راه را بیا. همه به طرف خدا میروند، هیچ کی به این راه نمیماند. اما مقصد هر کسی به اندازه همت اوست. این انا لله و انا الیه راجعون دو تا قوس همتای هم است. مگر انا لله معناش این نیست که همه از نزد خدا هستند. خب با حفظ ترتیب، این چی نیست که همه صادر اول باشن، که اول ما خلق الله نور و نبینا. بعد وقتی مسائل ارواح انبیا و اولیا تمام شد، نسبت به عوالم بعدی که رسید اشخاص هم خلق میشن. پس همه از خدایان با حفظ درجات، همه به سوی خدایان با حفظ درجات. مثل که ما میگیم همه این رودخانه ها و همه این آب ها به دریا میرود، درست هم گفتیم، اما این طور نیست که همه به عمق دریا برسن، که همه این آب ها میرن به دریا. اون آب های جزئی، رودهای جزئی همون ساحل میمونن.
اون نهرهای بزرگ یک مقداری این دریا رو می شکافن، چند کیلومتر جلوتر میرن. حالا یه سیل خروشانی آمد چطور؟ و هم تو ساحل میموند یا چند کیلومتر جلوتر میرود یا به عمق دریا میرسد، به وسط دریا. همه به دریا میروند اما هر کس به اندازه فشارش. همه به طرف حق میروند اما بعضی ها جنات و تجریم تحت الانهار که شد همونجا با میستن دارای قرارشون ایناست. بعضی ها ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر هم میرسن یه قدی جلوتر. بعضی که صاحب نفوس مطمئن نستن به اونها میگن که یه قدی باز بالاتر بیایید، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خب پس اینی که ذات اقدس اله بر رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود گل بگو ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی الیوم من الصالحین. اونگاه در باره خلیل حق کمد و انه فی الاخرت الا من الصالحین. با داشتن همه اون مراحل این چی نیست که همه به مقام علی ابن ابی طالب برسن، که اینطور که نیست که، یا همه به مقام انسان کاملی که رسول اکرم است برسن، طور نیست. خب پس این که فرمود بابا خیر الناصرین، این لسانی است که با کسانی که احیانا تطمیع و تهدید دیگران در اونا اثر می کند گفته می شود. بابا شما چرا متزلزلید؟ اگر به طمع نصرت دیگران متزلزل از جنگ شدید، خدا همون کمکی که از دیگران ساخته است دارد با علاوه و خیر الناصرین. اما به کسانی که به کمک غیبی سر بردند و ایستادند به اونها فرمود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الحمدلله رب العالمین.